بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستای عزیز، درس 41 مجموع شامل عناصر تعیین کننده نرخ تبادله میشه که انتظارات و عوامل روانی است. ببینید دوستای عزیز که انتظارات و عوامل روانی افراد که چی انتظارات از نرخ‌های ارز دارن باعث ازی میشه که نرخ تبادله اسعار یا ارزها چی شوه، تغییر بخوره یا را حالا میشه. تا حال شما دیدین که عناصری که تعیین کننده عرضه و تقاضا بودن و عرضه و تقاضا اثر میگذاشت بالای نرخ تبادله، یا در حقیقت عناصر تعیین کننده نرخ تبادله تجارت خارجی بود، تغییرات نرخ ربح بود، همچنان تغییرات سطح قیمت ها یا تفاوت سطح قیمت ها بود، انتقالات سرمایه‌گذاری در بلند مدت بود و مداخلات در بازار اسعار که مداخلات بانک مرکزی و سایر بانک ها رو بر ما و شما نشان میداد. حالا آخرین عنصری که دخیل است در تعیین نرخ تبادله و چی است؟ عنصر انتظارات و عوامل روانی است که عوامل روانی و انتظارات افراد چگونه نرخ تبادله را تعیین میکنند. تعیین نرخ تبادله متکی به تحلیل بنیادی میتواند در معاملات روزمره اسعار توسط انتظارات در مورد این که ارزش یک سهم یا ارزش یک ارز چگونه تغییر خواهد نمود تحت شعاع قرار گیرد. روی انتظارات تغییر نرخ تبادله عوامل بیشمار روانی تأثیر دارند، یعنی عوامل زیادی هستند که در انتظارات نرخ تبادله اثرگذار هستند. برخی از این عوامل عبارتند از بحران‌های سیاسی موجوده. سعیست بحران‌های سیاسی موجوده یست تأثیر داره بالای انتظارات روانی افراد که کدام بحران‌های سیاسی رو که داشته باشه تقاضا برای ارزهای بیرونی چی میشه؟ زیاد میشه. چرا؟ چون با بحران سیاسی یک کشور مواجه هست، بنابراین ترجیح میدن پول‌هایی را که کشورهایشان از ثبات سیاسی بیشتر برخوردار باشند یا قابل انتظار سیست. و همچنان چی؟ اخبار و آوازه ها در مورد انکشاف ارقام و اعداد احصایوی گوناگون اقتصاد ملی مانند چی؟ مانند سطح انفلاسیون یا سطح تورم، نرخ ربح یا نرخ مفاد، پایه رشد اقتصادی، پایه بیکاری یا نرخ بیکاری، نرخ سهام، مذاکرات در مورد پایه مزد، همین مذاکراتی که در رابطه با افزایش معاشات میشد در افغانستان در این وقتها، اینی انتظارات چی اثر بالای عرضه و تقاضای ارزها دارنه، همچنان قیمت مواد خام و غیره میباشند. این چیزهای است، این متغیرهای است که افراد یا در وقتی که متوجه میشن عوامل روانی از یار شامل میشه، یعنی اثر داره بالای تصمیم گیرنده های روانی از یار که افراد کدام تصمیم ها را داشته باشه و انتظاراتشان در آینده چگونه تغییر بکنه. شما ببینین سطح انفلاسیون یا سطح تورم را، اگر افراد انتظارات روانیشان ای باشه یا عوامل روانیشان که انفلاسیون در کشور آوازه هست که افزایش پیدا میکنه، قیمت ها روز به روز افزایش پیدا میکنن، افزایش قیمت ها به معنای چی است؟ ارزش پول داخلی کاهش پیدا میکنه، بنابراین افراد ترجیح میدن پول های خارجی را نگهداری بکنن، ارزها را نگهداری بکنن. نگهداری ارزهای خارجی به معنای زیست که یا ضرر زیان که ارزش پول از یا نظر به زمان از دست میده از این چی بکنن؟ جلوگیری بکنن، یعنی که رسک خود را به حداقل برسن، رسک خود را کاهش بدن. بنابراین
تقاضا برای پولهای بیرونی یا ارزهای بیرونی باعث از این میشه که ارزش از او تغییر میکنه و ارزش ارزهای خارجی که تغییر میکنه به این معناست که نرخ تبادل از او چی شده؟ افزایش پیدا کرده. برعکس ارزش پول داخلی ما و شما چیست؟ کاهش پیدا میکنه. نرخ روب، اگر افراد ببینند که نرخ مفاد کاهش پیدا کرده، پس بنابراین پولهای خود را تبدیل میکنند به پولهای خارجی و وارا میبرند در بانکهای خارجی چی میکنند؟ پس انداز میکنند تا از نرخ روب بیشتر برخوردار شوند و این انتقال از یا به بانکهای خارجی به معنای از این است که تقاضا از پولهای خارجی افزایش پیدا میکنند، باز هم نرخ تبادله پولهای خارجی چی است؟ افزایش پیدا میکنند. پایه یا نرخ رشد اقتصادی، اگر نرخ رشد اقتصادی کشور را متوجه باشند که ما رشد منفی داریم یا رشد نداریم، بنابراین کوشش میکنند پولهای کشورهای بیرونی را بگیرند. چرا؟ چون رشد رابطهش با ارزش پول به صورت مستقیم است. اگر رشد اقتصادی داشته باشند ارزش پول ما و شما افزایش پیدا میکنند و افراد تقاضا بر پول داخلی دارن. اگر رشد اقتصادی منفی داشته باشیم ارزش پول ما کاهش پیدا میکنه، بنابراین افراد تقاضا پیدا میکنن با پولهای خارجی، تقاضا با پولهای خارجی اثر دار برای نرخ تبادله اسعار. نرخ بیکاری همچنان یکی از متغیرهایی است که اثر داره بالای عوامل روانی افراد. نرخ بیکاری اگر در یک کشور زیاد شود به معنای از این است که تولیدات کشور کاهش پیدا کرده، کاهش در تولیدات یک کشور به معنای از این است که واردات کشور چی است؟ افزایش پیدا کرده، افزایش در واردات کشور به معنای از این است که ارزش پول داخلی کشور کاهش پیدا میکنه، باز هم افراد میل به نگهداری پولهای خارجی دارن. افرادی که مازاد پول دارن پولهای خود را چی میکنن؟ تبدیل میکنن با پولهای خارجی یا پسندازها معمولا صورت میگیره با پولهای خارجی و این تقاضای پولهای خارجی را چی میکنن؟ افزایش میدن. نرخ سهام، اگر نوسانات نرخ سهام یا بازار سهام را در نظر بگیریم، تغییرات در سهام باعث چی میشه؟ تغییرات در میزان داد و ستد سهام، افزایش و کاهش خرید و فروش سهام. بنابراین این اثر داره بالای چی؟ بالای پولهای داخلی یا خود نرخ تبادله اسعار که عوامل روانی افراد است. بنابراین اگر افراد کوشش بکنند سهام کشورهای بیرونی را خریداری بکنند با پولهای بیرونی باید خریداری بکنند یا با ارزها یا با اسعار خریداری بکنند، تقاضا بر اسعار باز هم چی میشه؟ باعث از این میشه که افزایش پیدا بکنه ارزش اسعار یا نرخ تبادله اسعار. مذاکرات در مورد پایه مزد یا نرخ معاشات یا نرخ دستمزد، هرگاه بحث میشه ای که افزایش پیدا میکنه مزد معاشات کارمندان یا نیروی کار، به این معنی است که افراد متوجه میشن چون حجم پول بیشتر میشه، حجم پول اثر داره بالای درآمد افراد. درست است، حجم پول درآمد افراد بیشتر میشه، حجم پول بیشتر میشه، وقتی که درآمد افراد بیشتر شد قیمت ها افزایش پیدا میکنه. افزایش قیمت ها به معنای باز هم تورم یا اینفلاسیون است و ای به معنای چی است؟ کاهش ارزش پول داخلی. باز هم افراد میل پیدا میکنن به چی؟ به تقاضا به پول های خارجی. دوستای عزیز، البته زیاد مباحث منفی نیست، ممکن که ای برعکس هم باشه، چون حالا ما نرخ مزد را گفتیم و ارزش پول خود را با او مقایسه کردیم. مبحث جدیدی که در رابطه با تغییرات مزد و معاشات کارگرهای افغانی داشتیم به او خاطر ای را به این مبحث بردیم. میتونه که مبحث ها برعکس هم باشه، خوشبین هم باشه. قیمت مواد خام، قیمت های مواد خام اگر افزایش پیدا میکنه به معنای از این است که تولیدات کاهش پیدا میکنه. تولیدات کاهش پیدا کرد به معنای کاهش صادرات است. کاهش صادرات به معنای چی است؟ به معنای افزایش واردات است. افزایش واردات به معنای افزایش در تقاضای ارزها است. افزایش در تقاضای ارزها به معنای چی است؟ به معنای افزایش نرخ تبادله ارزها است. افزایش نرخ تبادله ارزها به معنای افزایش ارزش ارزها است و برعکسش کاهش ارزش پول ملی می باشد.
ای است از عوامل گوناگون، ارقام و اعداد احصائیه گوناگون اقتصاد ملی که اثر داره بالای چی؟ بالای عوامل روانی افراد که انتظارات دارند در آینده و ای عوامل روانی چگونه اثر میگذاره بالای چی؟ بالای نرخ تبادله. سهمگیرندگان بازار اسعار بر اساس معلومات حاصله مثبت و یا منفی قضاوت خود را در مورد بلندی نرخ تبادله در آینده انجام خواهند داد و معاملات اسعاری خود را مطابق به انتظاراتشان عیار خواهند کرد، که اینی عیار کردن معاملات اسعاری از یا مطابق با میلشان یا مطابق با معلوماتی که در آینده از آینده به دست آوردن اثر داره بالای چی؟ عرضه و تقاضای ارز، که عرضه و تقاضای ارز باز هم برای شما میگم اثر داره بالای چی؟ نرخ تبادله اسعار. انتظارات منفی از اوضاع خارج تقاضا به اسعار را کاهش و عرضه آن را افزایش خواهد داد. اگر انتظارات افراد منفی باشد از اوضاع خارج، از اوضاع سیاسی اقتصادی امثال همه کشورهای بیرونی، تقاضا به اسعار چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه و عرضه اسعار چی پیدا میکنه؟ افزایش پیدا میکنه، که در این صورت نرخ تبادله در داخل کاهش نموده و پول داخلی افزایش ارزش را نشان میدهد. وقتی که تقاضا برای ارزهای بیرونی کاهش پیدا میکنه، نرخ تبادله پولهای بیرونی کاهش پیدا میکنه و ارزش پول داخلی ما شما چی است؟ افزایش را نشان میدهد. برعکس، انتظارات منفی از اوضاع داخلی، اگر افراد انتظار داشته باشه که در آینده اوضاع داخلی درست پیش نمیره، چی سیاسی باشه چی اقتصادی باشه، هر عامل اجتماعی باشه، اگر افراد انتظار منفی از آینده اوضاع داخلی داشته باشد، تقاضا و اسعار و نرخ تبادله را افزایش خواهد داد. چی است؟ افراد بیشتر تقاضا میکنن پولهای خارجی را و از ارزش پول داخلی چی میشه؟ کاسته میشه، یعنی ارزش پول داخلی کاهش پیدا میکنه. انتظارات در مورد تغییر نرخ تبادله، صحیح است؟ انتظارات در مورد نرخ تبادله می تواند منجر به آن شود که تغییر قابل انتظار واقعاً چی شود؟ اتفاق بیفتد. هرگاه سهمگیرندگان بازار اسعار انتظار افزایش نرخ تبادله را داشته باشند، در این صورت تقاضا با پول خارجی افزایش پیدا می کند، که باز هم تقاضا بر پول خارجی به معنای چی است؟ نرخ تبادله از افزایش پیدا می کند و چی است؟ ارزش از و افزایش به ارزش ارزها در مقابل پولهای داخلی ارزش خود را از دست میده. این افزایش باعث میگردد تا نرخ تبادله واقعا چی شود؟ افزایش پیدا کنه. هر قدر که افراد انتظاراتشان از افزایش نرخ تبادله باشه، باز هم چی میشه؟ میرن دست به تبادله میزنه. دست به تبادله زدن دوباره شدت افزایش نرخ تبادله را چی میکنه؟ بیشتر میسازه. در این حالت از پیشبینی تحقق یافته خودی که سلف فالفینگ پروفنسی صحبت به عمل میاد، چون انتظارات افزایش نرخ تبادله توانستن مسئول بلند رفتن این نرخ باشد. انتظاراتی که از افزایش نرخ تبادله میشه باز هم چی میکنه؟ نرخ تبادله را افزایش میده و افزایش نرخ تبادله میتوانه که مسئول چی باشه؟ بلند رفتن دوباره انتظارات افراد باشه و باز هم انتظارات افراد باعث بلند رفتن نرخ تبادله شود، که یکی مسئول یکی دیگه خود هست که باز هم چی میشه؟ نوسان یا نرخ تبادله را تغییر میده و تقاضا بر پولهای خارجی یا اسعار خارجی را یا ارزهای بیرونی را افزایش میده و کاهش ارزش پول داخلی را ما و شما در نتیجه ازو داریم. دوستای عزیز، مباحثی را که داشتیم در رابطه با عناصر تعیین کننده نرخ مبادله یا بودند: تجارت خارجی، تغییرات نرخ روب، تغییرات سطح قیمت ها یا تفاوت سطح قیمت ها، انتقالات سرمایه گذاری در بلند مدت و مداخلات در بازار اسعار و همچنان انتظارات و عوامل روانی افراد.
سیز که ما پس ما با پایان میرسه عناصر تعیین کننده نرخ تبادله اینها بودن که اثر میگذارشن بالای عرضه و تقاضا و عرضه و تقاضا اثر میگذاره بالای چی؟ نرخ تبادله. تشکر از توجهتان. موفق باشین.